اینجا منطقه دوکوهک، یکی از زیستگاه های مهم پرندگان جزیره قش و پرندگان مهاجر. این پهنه گلی غذای فراوانی برای پرندگان مهاجر و پرندگان بومی داره. 46 گونه پرنده اینجا ثبت شده، هم بومی و هم پرنده های مهاجری که میرن میان، و غذای فراوانی اینجا تو این پهنه گلی برای این پرندگان هست. این منطقه توسط خود جوامع محلی و دهیاری و شوراها به کمک سازمان منطقه آزاد قش در سالهای گذشته هراکاری شد. این هراهایی که الان شما دارین میبینین دست کاشت مردم بومی خود روستای تولاست و خیلی کمک کرده به همین مهاجرت پرنده ها، جذب پرنده ها، رشد و تکثیر این میگو در این منطقه و حتی گاهی پرورش عسل در زمان گلدهی این جنگل های هرا خیلی کمک کرده و همینطور برای جذب گردشگر. اینجا ماهیگیری رو به روش سنتی خود افراد بومی انجام میدن و در زمان که به قول معروف فصل تخریزی ماهی هاست در اردیبهشت ماه، این افراد بومی که مشتا در ساحل دارن تورهای ماهیگیری مشتا رو جمع میکنن و یک ماه فرصت میدن به ماهیان ساحلی که تخریزی رو انجام بدن و اینجا تکثیر بشن. بعد از خرداد ماه دوباره تورهاشون رو میبندن و دوباره سید چیز میشه. این خود افراد بومی با توسط به تجربه ای که داشتن برای این کار همیشه هر سال در قش و در این منطقه تولا انجام میشه. تهدیدای این منطقه که پهنه گلی و 100% حساس این زیستگاه پرندگانه، یکی لایروبی و اسکله استان هرمزگانه که کشتیایی که اسکله ها رو لایروبی میکنن متاسفانه تو این منطقه میان اون رسوباتشون و برداشتشون رو که از اسکله ها برداشت کردن تو این منطقه میریزن که این خیلی باعث نابودی زیستگاه میگو شده و به قول معروف از اون برداشت 15,000 تونی که در سال توی این منطقه انجام میشد برداشت میگو امسال رسید به 400 تن. یکی دیگه از این به قول معروف تهدیدهای این منطقه به خاطر جاذبه‌هاش سرمایه‌گذارانی که به خود منطقه آزاد قش میان و هی دوست دارن که پیگیر بشن، اینجا زمین بگیرن، مجموعه مسکونی درست کنن یا هتل درست کنن و این فضا رو به هم بزنه با سازهای جدید و طرح‌های جدیدی که مثلا هیچ سنخیتی با این محیط نداره اصلا. من نمیدونم الان این محدوده‌ای که برای جنگل هرا و دریا تعیین کردن حریم این جنگل هرا چقدره، تا کنه که ما بتونیم با توسعه این جنگل های هرا یه جاهایی بریم دستکاش باز دوباره شروع کنیم این حریم رو بیشتر کنیم. الان یه علف ها میبینیم برای گاب و گوسفند و شتر ما استفاده میکنیم از همین علف ها. خوشحالی ما، تصوری ما همینه دیگه، بیشتر علفی نداریم. همه فصل ها میاد از این شاخ و برگا؟ همه فصل، این فصل نداره دیگه، گرم و تابستان و همه موقعیت همین دام ماست، برای خوشحالی، برای تصوری، برای هرچی باشه علف دیگر نداره. نگاه کن الان تابستان موقعیت داره، تابستان دم ساحل میشه، اینجوری میشه دم از که شد میره وسط علف ها، توی وسط، توی وسط جنگل ها این دار این تیز میشه علفش، حیوان دبستان نمیخواد این علف. الان این موقعیت مال او بر نمیخواد وسط جنگل ها نمیخوره، فرق داره بخواد که اون زر میشه اینجا سرد میشه، هرچی هوا سرد باشه برم بری وسط تر میشه، اون هارا علفش ترتر میشه، هرچی میبری تو بسه بعد میکنی تو آب خودش بندازی حیوان بختر میخوره.
همه اهالی روستا از این شاخ و برگ استفاده میکنن؟ بله، هر کسی به کارش. کسانی که مغازه دارن، کاری به جنگل ندارن، کسی که مال داره مثل مهندسی آقا که مال داره کار مهمه. توضیح میدید که چطوری میبارید که شکسته نکنید؟ یعنی چی شکسته نکنید؟ لومش چون پیشتر میبوری شکسته رو برمکن، شاخه رو نباید بشکن، شاخه رو برمش خواهی شکسته کنید. امسال شکسته کنید سوال دیگر نیست، سوال دیگر نیست. یه سال دیگر وقتی الان من این لخت بکنم برایش لخت دیگر یه سال اینجا بمانه دیگر هم بیرون نمیشه یه سال. ولی اینجوری که میبوری نه، یه هفته امروز بوری دیگر پس یه هفته دیگر بود این الان چور دیگر بیر اینا بود. بجز این شاخ و برگ هر راه دیگه چی میدیم به حیوانا؟ دیگه سروش میده، کاه میده. جو؟ کاه جو نمیدیم؟ جو نه، جو کجا تولده کلی کلی دو تومن دو پانصد بخیر. چقدر خورد و خوراک دام از این تامین میشه؟ چقدرش از اون چیزایی دیگه بود؟ زور از اینه، از این بیشتر. مثلا استفاده از این بیشتر دو سوم؟ سوم یکمون. سجا این یه جوز. ماهیگیری هم شما میکنید؟ ماهیگیری بله. بعدی الان بخوایم ماهیگیری میکنیم میخواد بره میگو. الان آب اینجوری که پایین میاد یه تور میداریم از این بر آب این کرکشون از این بر میداریم به این بر تور، بعد میگو میاد تو تور میماند. حالا میگو سید میکنیم ماهی باید آف پور باشه. تور میدار زیر گل، آب پایینه، تور میدار زیر گل، بعد میاریم گل روش میداریم تا وقت آب میاد بالا فول میشه. آب فول که شد برگشت میره بالا تور، سر تور، سر تور بالا میره. حالا هرچی ماهی بباریم میباریم تور تور تو لجن همی ماهی جمع میکنیم. توی مشتا از گوشه تا اون گوشه شکشیلی خود و دیریا ای آمله ای آمله ای آمله ای آمله سرا کنگه تا بیچه باب کار توی پیری جوابی داد تو ای چوفا آنا بیم پیر و ای زودی گرمه گرما مردون ریخ و دوش با رفت داخل دیریا بخوریم با چکچک خور